زبان ترکی چندمین زبان دنیا از لحاظ گویشوره. سوالی که در انتهای ویدیو میخوایم بهش پاسخ بدیم، ولی تا پیش از اون میخوایم کمی درباره خانواده بزرگ زبانهای ترکی که بیش از 35 عضو داره صحبت کنیم. ما توی دنیا چندین خانواده زبانی داریم که بزرگترینشون زبانهای هندو اروپاییه که خودش هم باز چندین شاخه داره. و یکی دیگه از خانواده زبانها خانواده زبان ترکیه. برای معرفی این خانواده چندین تقسیم بندی وجود داره که به نظرم این تقسیم بندی که معرفی میکنیم رو میشه راحت تر درکش کرد. بر اساس این شیوه زبانهای ترکی رو میشه به 6 شاخه تقسیم کرد. ترکی اوغوز یا جنوب غربی، ترکی قیپچاق یا شمال غربی که به انگلیسی کیپچاک هم میگن بهش، ترکی کارلوک یا قارلوق یا ترکی جنوب شرقی، ترکی سیبری یا شمال شرقی، ترکی ارغو که فقط یک زبان ترکی خلجی از این گروه باقی مونده، و آخرین گروه هم میشه ترکی اوغوری یا بلغاری که این هم فقط زبان چوواش ازش باقی مونده، که این دوتا گروه آخر رو اصلا میشه به عنوان آدر یا بقیه گروه های زبانی ترکی هم در نظر گرفتشون. اما حالا بریم سر وقت گروه اول، یعنی زبانهای ترکی اوغوز. خود این شاخه زبانهای اوغوز چندین زیر شاخه داره: ترکیه ترکیه، آذری، ترکمنی، ترکیه خراسانی، قشقایی، ترکیه چهارمحالی، ترکیه افشاری، ترکیه سنگوری، ترکیه گاگاوز که منطقه‌ای در مولداویه، ترکیه روملی یا بالکان و چند تا گروه کوچکتر دیگه، همگی زیر مجموعه‌های زبان‌های ترکیه اوغوزی هستند. این گروه زبانی در مجموع بیشترین گویشورهای ترک رو داره که بین همین‌ها دوباره ترکی و آذربایجانی و ترکمنی بیشترین جمعیت رو دارن. این شاخه زبانی یه سری ویژگی‌هایی دارن که اونا رو توی یه دسته قرار میده و بیشتر هم مربوط به ترک‌های اوغوز میشه. یعنی همون ترک‌هایی که در قرن 8 از کوههای آلتای به آسیای مرکزی مهاجرت کردن و بعد هم به عنوان قبایل جداگونه‌ای به خاورمیانه و بالکان گسترش پیدا کردن. اونا اولین ترک‌هایی بودن که اسلام رو پذیرفتن و سنت‌ها و نهادهای خودشون رو با اسلام تطبیق دادن و تونستن امپراتوری‌هایی رو بسازن. در قرن 11 سلجوقیان امپراتوری بزرگ خودشون رو در ایران پایه‌ریزی کردن و در اواخر قرن 13 هم سلسله عثمانی کم کم با ارتشی که عمدتاً از همین ترک‌های اوغوز بودن آناتولی رو فتح کردن. اما بجز این دو امپراتوری بزرگ، خوارزمشاهیان، قراقویونلوها و آقویونلوها، افشاریان و قاجارها هم همگی جز و همین شاخه ترکان اوغوز محسوب میشن. ما توی ایران و کلن خاورمیانه با این گروه ترکا خیلی سرکار داریم و صادقانه بگم با اینکه خودم جز و ترکای خراسانی هستم، اما نمیدونستم که همه این گروه های ترک خراسانی و قشقایی و افشار و آذری و استانبولی و ترکمن و خلاصه ترکای این منطقه زیرگروه زبان جنوب غربی یا اوغوز هستند، که این واسه هم جالب بود. بگذاریم. اما دومین زیرگروه از خانواده زبانهای ترکی میشه ترکی کیپچاک یا همون قیپچاقی. مثل گروه قبلی این دسته هم خودش چندین زیر شاخه داره. اما در مجموع تقریبا 17-18 تا زبان جزو این گروه هستند که بیشتر هم در آسیای مرکزی و اروپای شرقی هستند و تقریبا 30 میلیون نفر هم گویشور داره. قرقیزی، قزاقی و تاتاری رایج‌ترین زبان از این گروه هستند، ولی به جز اونها باشقیری در باشقیرستان روسیه، قراقالپاقی در قراقالپاقستان ازبکستان و تاتاری کریمه در جزیره کریمه هم از دیگر زبانهای این شاخه از زبانهای ترکی هستند. روی نقشه هم میتونید پراکندگی این شاخه از زبانهای ترکی رو ببینید. از قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان در آسیای میانه گرفته تا روسیه و رومانی و اوکراین هستن افرادی که به این زبانها صحبت میکنن. اما سومین زیرگروه از خانواده زبانهای ترکی میشه زیرگروه زبانهای قارلوق. این خانواده از زبانهای ترکی که ازبکی و اویغوری بزرگترین زیرشاخهای اون هستن، در گذشته جایگاه بالاتری داشته و خیلی از آثار ادبی ترکی میانه به این زبانها نوشته شده. زبان خانات جغتایی، خانات قرخانی، امپراتوری تیموری، خانات بخارا و خیوه و خوجند هم همگی جز و همین زیرشاخه بودن و میشه گفت که سالها به طور گسترده توی آسیای مرکزی مورد استفاده بوده و به خاطر همین هم خیلی از آثار به جا مونده به زبان ترکی از همین گروه هستن. امروزه این شاخه از زبانها تقریبا 55 میلیون گویشور داره که بیشتر اونها ازبکن.
اما نکته جالب اینه که به گفته محققان زبان ترکی ازبکی میشه زیر مجموعه شاخه زبانهای ترکی قارلوغی و ترکی قزاقی هم که میشه زیر مجموعه گروه زبانهای قبچاقی. با اینکه قزاق‌ها و ازبک‌ها هر دو در آسیای میانه ساکن هستن و همسایه دیوار به دیوار هم محسوب میشن، اما زیر مجموعه شاخه خانواده زبانی اونها با همدیگه متفاوته. خب بگذاریم از این موضوع هم و حالا برسیم به چهارمین زیر شاخه که میشه زبان‌های ترکی سیبری یا شاخه شمال شرقی که تعداد گویشورهای اونها هم حتی اکثر بین 750 هزار نفر تا 1 میلیون نفر میشن. یاکوت‌ها یا ساخاها بزرگترین زیرگروه از این گروه زبانی هستند که بیشتر هم در جمهوری ساخا یا بهش یاکوتا هم میگن زندگی میکنه. جمهوری ساخا یا یاکوتیا یا همون یاقوتستان یکی از جمهوری‌های روسیه است که در شمال شرقی سیبری قرار داره. این جمهوری خودمختار در دل روسیه بزرگترین ناحیه در تقسیمات کشوری در بین همه کشورهای جهانه که زبان بیشتر مردم اونها هم زیر مجموعه زبان ترکی سیبریه. اما این شاخه زبانهای ترکی سیبری به جز ساخاها که راجع بهشون گفتیم شامل زبانهای دیگه هم مثل آلتایی، خاکاس، توفا، دوخان و تووان هم هست که تعداد گویشورهای خیلی کمتری نسبت به بقیه دارن و حتی توی بعضی از اونها میشه گفت که اونها در معرض انقراض هستن. ترکیه اورخون و اویغور قدیمی هم که هر دوتا الان منقرض شدن هم زیر مجموعه همین گروه زبانی بودن. ما تا اینجا هر شاخه‌ای از زبان‌ها رو که گفتیم خودشون شامل چندین زیر شاخه و چندین زبان می‌شدن، اما این دوتا گروه آخری که می‌خوایم راجع بهشون صحبت کنیم فقط یک زیر گروه دارن. پنجمین زیر شاخه از زبان‌های ترکی میشه زیر شاخه زبان‌های ارغو که فقط ترکی خلجی زیر مجموعه اون قرار می‌گیره. در واقع زبان خلجی رو ادامه زبان ترکی باستانی ارغو میدونن که هنوز هم زنده مونده. درباره خود مردم خلج و فرهنگشون صحبت نمی کنیم، اما این زبان خلجی که داریم راجع بهش حرف میزنیم با اینکه تحت تاثیر زبان فارسی قرار گرفته، اما خیلی از ویژگی های ترکی باستانی رو هم حفظ کرده و به خاطر همین ویژگی هاست که زبان خلج ها رو فرزندان زبان باستانی ارغو میدونن. متاسفانه تعداد گویشورهای این زبان خیلی کم شده و به گفته همشهری آنلاین امروز فقط 19 هزار نفر به این زبان صحبت میکنن که اونا هم عمدتاً در استان مرکزی و اطراف اون ساکن هستن. با اینکه گفتیم شباهت‌هایی هم به زبان ترکیه باستانی داره، اما متاسفانه امروز کمتر بهش توجه میشه و نسل جدید از اون غافل مونده. زوجهای جوان کمتر این زبان رو به فرزندان خودشون منتقل میکنن و به خاطر همین کم توجهی ها در ردبندی زبان‌های آسیب پذیر قرار می‌گیره که اگه بهش توجه نشه ممکنه در آینده از بین بره. با این وجود خوشبختانه در سال 1402 زبان ترکی خلجی ثبت ملی میشه و شاید همین مسئله بتونه توجهات رو به این زبان جلب کنه تا تلاش‌های بیشتری برای حفظ اون انجام بشه. اما به جز این آخرین گروه از زبان‌های ترکی رو زبان‌های اوغوریک میگن که اون هم فقط یک عضو زنده به نام زبان ترکیه چوواش داره که بیشتر اون هم در جمهوری چوواشیای روسیه ساکنن. چوواش رو متمایزترین زبان ترکی میدونن و به خاطر همین اونو در یک دسته جداگونه قرار میدن. علارغم شباهت‌های دستوری با بقیه زبان‌های ترکی، اینقدر در تلفظ‌ها و کلمات تفاوت با بقیه اعضای خانواده زبان‌های ترکی وجود داره که صحبت‌ها و حرف‌های چوواشی شاید برای بقیه ترک زبان‌ها قابل درک نباشه. به هر حال با همین شرایط فعلاً ما هم بر اساس منابع همین دسته‌بندی رو قبول می‌کنیم و خانواده زبان‌های ترکی رو در 6 گروه بزرگ تقسیم می‌کنیم که این زبان چوواش با تقریباً 1 میلیون نفر گویشور یک شاخه نسبتاً کوچک توی اون محسوب میشه. خب تا اینجا دیدیم که 235 زیر شاخه از زبان‌های ترکی توی دنیا وجود داره که زبان ترکی استانبولی با تقریباً 80 میلیون بزرگترین اونهاست. بعد از اون هم ترکی ازبکی و آذری و قزاقی و اویغوری و ترکمنی قرار دارن و در مجموع تقریباً 180-90 میلیون نفر توی دنیا هستن که به این خانواده از زبان‌ها صحبت می‌کنن. اما از اونجایی که توی هیچ کدوم از تقسیم بندی‌های زبانی خانواده زبان‌های ترکی رو یک زبان در نظر نگرفتن،
پس ما هم نمیتونیم این کار رو بکنیم و بزرگترین عضو خانواده که همون ترکیه ترکیه است رو در نظر میگیریم و طبق اون به سوال اول ویدیو پاسخ میدیم که زبان ترکی چندمین زبان دنیا از لحاظ گویشوره. بر اساس دانشنامه بریتانیکا زبان چینی با بیش از 1,300,000,000 نفر بیشترین گویشور زبان مادری رو داره و بعد از اون اسپانیایی و انگلیسی و عربی و هندی هستن و زبان ترکی با 84,000,000 نفر میشه 12th زبان دنیا از لحاظ تعداد گویشورانیه که ترکی زبان اول اونها محسوب میشه. یعنی توی این تقسیم بندی ازبکی و قزاقی و ترکمنی از ترکی جدا در نظر گرفته شدن و فقط زبان ترکی ترکیه جزء آمار اومده. پس با این آمار زبان ترکی میشه 12th زبان پرگویشور دنیا. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.